ندا رامش اینجا در استودیو با ما همراهی میکنه تا از روایت‌های شما بگه. ندا پریسا، بعد از واریز یارانه‌های معیشتی به حساب خانوارها، خیلی‌ها میگن که یارانه بهشون تعلق نگرفته یا میزانی که به حسابشون واریز شده متناسب با سطح زندگیشون نیست، یعنی اونا رو تو دهک‌بندی قرار دادن که دهک‌بندی درستی نیست و همین خاطر هم خیلی از خانواده‌ها روبروی سازمان هدف‌بندی یارانه‌ها هر روز دارن تجمع می‌کنن. ببین، جمعیت ایران حدود 85 میلیون نفر هست، هر دهک شامل 8 میلیون و 500 هزار نفر میشه و بر اساس اعلام دولت همه دهک‌ها به جز دهک دهم باید بهشون یارانه تعلق بگیره، یعنی چیزی حدود 76 میلیون نفر، اما تا الان گزارش شده که فقط به 72 میلیون شهروند یارانه به خانواده یارانه به حسابشون واریز شده. بریم یه چند تا ویدیو ببینیم، روایت‌های شهروندان رو بشنویم در این رابطه. برمی‌گردیم. با سلام. ببینید، گفتن دهک اول تا سوم که تحت 6 کمتن باید به سیستی باشن ماهی 400 هزار تومن نفر بهشوندن، ولی مادر من که تحت پوشش کمتن داد هستن و شوهرشون 5 سال فوت شده یا هیچ درآمدی ندارن به جز کمتن داد، الان ببینید برای دو نفر براشون 165 تومن ریختن، یعنی دو نفر رو قرار بوده 800 بریزن اینقدر ریختن، یارانه هم ازش کم کردن. من یه بازنشسته هستم و حقوق حدوداً 4-4.5 که هیچ یارانه‌ای به من تعلق نگرفته و اون سایتی هم که اعلام کردن من رفتم و نوشته که شما از لحاظ شناسنامه اقتصادی اجتماعی دولت مشمول این یارانه نمیشید. احتمالاً اون 72 میلیونی که گرفتن حقوقشون یه تومنه یا شاید هم یک کنی بیشتر نیست. من نمیدونم بچه مبنای این یارانه رو ندادن به من با حقوق 4 تومن با 3 تا بچه، واقعا نمیدونم چیکار بکنم. من یه کارگر بازنشسته ساختمانی هستم، 40 و اندی سال کار کردم، حقوقم در واقع 1,300,000 تومنه. الان که این قضیه یارانه جدید، این معیشتی و این مسائلی که پیش اومده، اون یارانه 45 تومنی ما رو میدادم، ولی هیچ گونه معیشت بنزین، معیشتی چیزهای دیگه هیچی به ما تعلق نگرفته. دلیلش هم اینه که پسر من مهمانداره، اینا میگن که پسر تو تاجره، بازرگانه، 200 تا سفر خارجی داشت، در صورتی که پسر بیچاره من مهمانداره، با هواپیما مجبوره بره به کشورهای دیگه. وقت چجور میشه که پسری که بازرگان باشه پدرش پراید 83 داشته باشه، خونه نداشته باشه، یا زندگیش با 1,300,000 تومان بچرخه؟ میشه همچین چیزی؟ اینا یعنی اینا نمیفهمم، پس چجوری همه چیزو فهمیدن؟ افزایش نجومی قیمت کالاهای مورد نیاز مردم باعث هرج و مرج در بازار و فروشگاه‌های مواد غذایی شده. گزارش‌های منتشر شده از درگیری‌های لفظی بین فروشنده‌ها و خریداران بر سر اختلاف قیمت‌های قبلی و قیمت‌های جدید. صف‌های طولانی برای خرید و کم بودن برخی کالاها مثل روغن هم که همچنان در بیشتر فروشگاه‌ها دیده میشه. چند تا ویدیو ببینیم از وضعیت روغن. سر 107,000 تومان. یه روحانی متشکریم ما بذاریم کنار، بگیم رئیسی متشکریم، با شیب ملایم آقای روحانی میومد اینجام که دیگه با فشار مضاعف آقای رئیسی. امروز 24 اردیبهشت ماه، اینم از صف روغن و برنج، شهرستان رسپارت، استان خوزستان، از وضع مملکت بی خدا. همزمان با گرانی کالاهای ضروری، اعتراضاتی در سراسر
کشور شکل گرفته که همچنان هم ادامه داره. روز شنبه 24 اردیبهشت ماموران امنیتی به منزل تعدادی از شهروندان شهر سوخ در استان کوهگیلوی و بویراحمد رفتن. تعدادی از شهروندان رو با ضرب و شتم بازداشت کردن و بعد هم اونها رو به مکان نامعلومی انتقال دادن. علت بازداشت اونها هم شرکت در تجمعات اعتراضی نسبت به گرانی‌های اخیر و مشکلات معیشتی عنوان شده. حالا ویدیویی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از مادر یکی از بازداشت شده ها، گردآفرید تقوی، که توی این ویدیو ضرب و شتم و دستگیری فرزندش توسط نیروهای امنیتی رو شرح میده. هم روایت شما دیگه. تصاویر و ویدیوهایی که دوست دارین دیده و شنیده بشن از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره 2044 78 3000 7000 برای ما بفرستین.